با نام خدا. همونطوری که مستحضر هستید، در برنامه‌های گذشته مروری داشتیم بر حوادث سیاسی ایران تا شهریور 1320. اکنون از ارتشبد سابق حسین فردوس می‌خواهیم که خاطرات خودش رو از اون زمان و همچنین حضور نیروهای خارجی در ایران برای ما بازگو کنند. عرض کنم وقایع سوم شهریور 1320 این مقدماتی داشت، یعنی حتی در رده من که خارج از سیاست بودم در اون سن، ولی خب اطلاعات از طریق ولیعت منظما کسب می‌کردم که با پدرش ملاقات‌های روزانه و خیلی زیادتر از قبل بالاجبار پیدا کرد. چهار پنج ساعت و گاهی هم بنابر احتیاج میخواست اوره یا به ساختمانش میامد. مسئله اینطور عنوان کردن خارجی ها، یعنی انگلیس و شوروی و امریکا متفقند که مسجل شد، که یعنی مشخص بود که تطبیق دادن فکرشون رو و تصمیم گرفتند روی این مسئله که به رضاخان یه ایرادات اساسی وارد بیارن. و اون این بود که چون در آن زمان ارتش آلمان تا کوههای قفقاز هم پیشروی کرده بود و نزدیک بود خودش رو به ایران برسونه و از سالها قبل هم یک احترام فوق‌العاده‌ای بین هیتلر و رضاخان، احترام متقابلی وجود داشت، اینها فکر کردند که اگر ارتش آلمان بتواند خودش رو به مرزهای ایران برساند، رضاخان خودش رو 100% در اختیار آلمان ها قرار خواهد داد و برای اونها، برای آلمان ها ایران یک کشور دوست محسوب خواهد شد که از اونجا بتوانند به نقاط دورتر که مهمترینش هندوستان بزرگ اون زمان بود از مستعمرات انگلیس. یه مسئله بود، اما از اینکه واقعا اینها ساختگی بود، این مسئله روابط رضاخان با آلمان ها، یا یه چیزی ساختگی بود یا اینکه واقعیتی داشت، واقعیت داشت. از سالها قبل یک نزدیکی هایی به وجود آمد، نزدیکی های سیاسی، ولی بعدن که پیشروی آلمان ها سریع شد و با اون فرمی که جلو می آمدند اگر متوقف نمی شدند، خب خیلی سریع به ایران می رسیدند و از اونجا می توانستند به خاورمیانه تسلط کامل پیدا بکنند، این رضاخان قبول کرده بوده. البته من اینها رو از خود، از شخص ولیعت میشنیدم و خود ولیعت هم در همین
قواره بود، در همین وضع بود. اون هم موفقیت آلمان ها رو صد درصد می دانست و دائما هم نقشه‌ای که در اتاقش بود از رادیوها شهرهایی که تسخیر شده به وسیله آلمان ها می گرفت و بعد به من می گفت که این خط پیشروی به وسیله ریسمان با سنجاق روی نقشه تو اتاقش من تر به حساب مجسم کنم. و چون متحرک بود این وضع، هر کجا جلو می رفتم به همون ترتیب هم انجام می دادم و روزانه نگاه می کرد این وضعیت رو. و این هم و خود ولیعت هم بی تأثیر نبود در اینکه به رضا خان بگوید که از نظر نظامی اینها آلمان ها 100% موفقند. خب رضا خان هرچی بود به هر حال یک قزاق بود و یک قزاق ماند. اطلاعاتی به اون فرم کلاسیک نداشت و خیلی چیزها رو، خیلی مسائل رو به طور ساده قبول میکرد. در مسائل چه رسد مسائل نظامی رو هم قبول میکرد. این بود که به این موضوع موجب میشد که تحت تأثیر حرفهای پسرش هم واقع بشه. اینا پس این موضوع دقیقا از طرق زیادی مطلع بودند، یعنی همین کشورها و به خصوص خب انگلیس ها که بیشتر نفوذ سیاسی داشتند و مأمورین زیادی داشتند در دربار و در محافل مختلف سیاست مملکت، اونها از این سایرین رو مطلع می کردن. تا اینکه حدود چهر روز قبل از اینکه به ایران حمله بکنند صحبت هایی می شد. گفتید کدوم نیروها حمله می کردن؟ ارتش شوروی، انگلیس و امریکا با هم، این سه نیرو با هم حمله بکنن. که البته این صحبتی که نمیدونستیم با هم حمله میکنند یا چگونه خواهد بود، اینها بعداً مشخص شد، مبهم گفته میشد. نخست وزیر منصور الملک بود، پدر منصور معدوم، از طرفداران سرسخت انگلیس ها بود و تا اندازه زیادی هم اعتماد رضا خان را به طرف خودش جلب کرده بود و فرد بسیار با انعطافی بود. او صحبت‌های روزانه با سفرا به خصوص سفیر انگلیس در درجه یک و گاهی هم به اتفاق سفیر انگلیس با سفیر روس، ولی نشیدم که مثلا سفیر روس رو به تنهایی ملاقات کرده باشه. اما شنیدم که، یعنی میدانم که به دفعات این دو سفیر با هم ملاقات کرده، ولی ملاقات اصلی و منظم و روزانش با سفیر انگلیس بود، منصور الملک.
این اخبار به همین ترتیب میداد که اینها یه همچین عدم اعتمادی دارند که گویی عدم رضا خان، گویی عدم اعتمادشون بیجاست، صحیح نیست، بهشون اعتماد به اطمینان بده که چنین نیست. اعتماد به چی؟ اطمینان بده که مسئله این که او یعنی رضا خان طرفدار آلمان ها هست، یعنی طرفدار نه، یعنی میداند که آلمان ها موفق خواهند شد و ایران را دوست خودشون میدونند، خواهند دانست، اطمینان بده که چنین چیزی نیست. ولی خب اونها اطلاعات خیلی زیادی از سالها قبل، نمیگم از زیاد، از همون شروع موفقیت های آلمان ها از درون دربار و کسب میکردند، انگلیس ها کسب میکردند، مأمورین هم زیاد داشتند. این به هر حال این صحبت کافی نبود برای اونها، برای اینکه اونها مسائلی رو مستند داشتن، مدارک مستند داشتن. کافی نبود که رضا خان بگوید که من آنچه که شما میگویید من با اینها ارتباطی ندارم. بعد که گفتن خب اگر اعتمادی به اینها نداری، این آلمان هایی که در ایران هستند به عنوان مهندس نظامی نداشتن، نظامی نبودن هیچ کدوم، ممکنه مهندس بوده، افسر هم بوده، اما به عنوان مهندس اینجا کار میکردن. و اگر اونا گفتن که منصورالملک پیغام دادن، در ملاقات به او گفتن که اگر او راست میگوید این مهندسینی که در ایران هستند، این مهندسین آلمانی که در ایران هستند از کلیه نقاط ایران همراه با خانوادشون و بدون استثناء در ظرف 48 ساعت بیرون کنند. او برای نشان دادن حسن نیت این کار را انجام داد که 600 مهندس بودند که در قسمت‌های مختلف صنعتی، راهسازی، راه‌آهن اینا کار می‌کردند و در یه نقطه معینی هم نبودند، در استان‌های مختلف کار می‌کردند. اینا رو جمع کرد و با اتوبوس اینها رو روانه از راه ترکیه اینها رو خارج کرد و البته به این سادگی هم نه، یعنی قبل از اخراجشون از ایران نمایندگان مطمئن این دو سفارتخانه رو هم خواست که نظارت بکنن بر اخراج این دو این مهندسین از ایران. این البته مطمئن شدن که این مهندسین خارج شدن. به این ترتیب این مسئله حل شد. به نظر رضا خان مسئله مشکل دیگری موجود نبود. اما به محض اینکه این مسئله را دیدن، مسئله اخراج آلمان ها از سطح ایران عملی شد، اومدن مسئله دیگری را مطرح کردند از طریق منصور الملک، اما نخست وزیر منصور الملک، که چون امریکایی ها مقداری سلاح قرار است که به شوروی
کمک بدهند و بهترین راهی که بعد از بررسی زیاد پیدا شده ایران است که مطمئن‌ترین راه هاست از طریق جاده و راه آهن و آنچه که هرچه راه های مختلف است و راه آهن اینها در اختیار حساب همین سه کشور قرار بگیره. این را هم به منصور الملک و بهشون قول بده که نه فقط این کار را انجام میدم بلکه بیش از اون هم انجام میدم، یعنی مراقبت از این راه ها را هم عهده‌دار خواهم شد، حفاظت کامل این راه ها را تضمین میدهم. این جواب هم داده شد. بعد دو مرتبه وقتی که این دو سفیر رو دیده بود، سفیر امریکا من صحبتش نشنیده بودم که البته تو جلسات مسلماً شرکت می‌کرده ولی بیشتر از این دو سفیر انگلیس و روس صحبت بود. وقتی من نخست وزیر این مطلب رو هم میگه که رضا خان چنین پیغام داده است که به دولت مطبوعتون اطلاع بدهید، گزارش بدهید که چنین است، اونا گفتن که نه، ما باید شخص یعنی خودمون، نیروهای خودمون باید این راه ها رو حفاظت بکنن. این مسئله دیگه، این جواب برای رضا خان خیلی گران آمد که از معلومه که به قدرت او هم اعتمادی ندارند و در سراسر ایران از جنوب به شمال این راه‌ها در حفاظت نیروهای سگانه خواهد بود. وقتی وضع این طور میبینه متوجه میشه که یک ممکن است که این منصور الملک نخست وزیر نظرش نظر خائنانه ای باشد که رضا خان را از کشور دور بکنه. یکی دو روز این فکر در سرش بود که نکند اونجی که منصور میگوید حرفهای دقیق اونها نباشد. این بود که یک روز چون فصل تابستان بود در سعدآباد سفیر انگلیس و روس را احضار کرد و هر دو با هم آمدند. بعد در این ملاقات حضور نداشتم اما ولیعت حضور داشت که بعداً تعریف کرد. ملاقات های قبلی شما بودین؟ نه، ملاقات نخست وزیر و رضا خان که به هیچ وجه، اما تمام اینها رو روزانه در دورانی بود که خود ولیعت هم علاقه داشت که به یه فردی که مورد اعتمادش باشه این مطالب بگه و در هر حال به محض اینکه پلو پدرش می آمد تعریف می کرد که اینجا چه صحبتی شد، موضوع چی بود. ولی تمام این مطالبی که عرض کردم این مطالب مطالبی نیستی که مثلا
شنیده باشم از یه فرد غیر مطمئن، از فردی که از ولیعت که خودش از پدرش شنیده، و چون همون روزم میگفت این بود که تردید نبود که مطلب همون است. این را هم او البته در بسیار از جلسات یا کلیه جلسات ولیت حضور داشته، ولی اجبار نداشته در حضور، اگر اونجا بوده خب میمونده در اتاق، یعنی در ملاقات های نخست وزیر با رضا خان. بعد از این ملاقات که هر دو با هم آمدند، سفیر انگلیس و روس با هم آمدند به کاخ سعدآباد، مسائل همونطوری که در گذشته مطرح شده بوده با منصور و بنده هم در اینجا همونجا به طور خلاصه تکرار کردم، همینا رو به اینا میگه. میگه اینکه خب شما آلمان ها رو میخواستید، اخراج شدند، تایید کردند. یکی اینکه حفاظت راه ها رو چطور، من که مثلا چندین سال مملکت امن نگه داشتم نمیتونم چند تا راه رو برای شما امن نگه دارم. اونا خب به هر حال از نظر پروتکل جواب میدادم که البته میتوانید. گفت پس چی؟ یه چی میمونه؟ مسئله تازه‌ای دارید؟ گفتن که در همون جلسه گفتن که این طرح تصویب شده است، طرح حمله سنیرو به ایران تصویب شده است، کاری هم از دست ما بر نمی آید، ما این سفیر بیشتر نیستیم، نماینده هستیم که منعکس بکنیم دستوراتی که از کشورمون میاد. این است که خیلی به شما فقط میتونیم این لل احتراماً بگوییم که این حمله انجام خواهد شد. حالا در اون موقع بگیم این عبور یا هرچی، این عبور سنیرو یعنی ورود سنیرو به ایران انجام خواهد شد. بعد اونطوری که ولیعت گفت و خیلی هم با ناراحتی گفت، پدرم یک مرتبه اون حالت آرامی خودش را دست داد و اعصاب روی اینها این دو سفیر بلند کرد که بزنتشون. حالا بلند کرد در حال حالا و اینها فرار کردند، از توی محوطه هم میدویدند دو تایشون و خیلی بد شد. باید میگفت خیلی بد شد، این کار لزومی نداشت. چرا نتونستم پدرم تشخیص بده که اینها مسئول نیستند؟ ایراد میگرفت در همون موقع، در همون لحظه پس از مراجعتش، از این ملاقات برای من تحریم میکرد، ایراد میگرفت که این حرکت صحیحی نبوده. به هر حال این موضوع هم که خاطبیدی میکنه، اولا نسبت به منصور اعتماد حاصل میکنه که نه، صحبتاش منطبق با واقعیات بوده، تردید و شک و تردید هم در خودش از بین میره و حالا میاد
دیگه منتظر روز ورود این سه نیرو بوده که مشخص نبود، روز رو مشخص نکرده بود تا اینکه 4 صبح روز سوم شهریور هر سه نیرو با هم وارد خاک ایران شد. امریکایی ها از خلیج فارس اومدن به خرمشهر. از کدوم قسمت وارد ایران شدن؟ خرمشهر احتمالاً، برای اینکه اونجا بندر دیگری در اون موقع من بندر خاطرم که نیست، یعنی بیان نشد. در جنوب نیروی دریایی مقاومت هایی میخواست بکنه، حتی یکی از کشتی ها هم مقاومت کرد که به توپ بسته شد و فرمان ناخدای اون کشتی بایندور بود، ناخدا بایندور که بعدها هم کشتی به نام بایندور نامیده شد. خب خیلی متشکرم آقای فردوس. بینندگان ارجمند، در اینجا این بخش از مصاحبه ما به پایان میرسیم. با آرزوی موفقیت برای همگی شما، شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. شب بخیر.